بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه، صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان ها شنیدید یا عمر خود رو به گناه و آلوده بودن به فرهنگ ابلیس گذراندن، یا عقل به خرج دادن، هدایت الهی رو قبول کردن و همه عمر رو به درستی و به صدق و به سلامت به پایان بردن. عاقبت گروه اول رو در دو جلسه شنیدید. عاقبت گروه مؤمن رو، هدایت پذیر رو، به صورت ترجمه آیه از آیات سوره مبارکه آل عمران شنیدید. عمر رو به هدایت به سر بردن معنیش نعمتهای الهی رو در عبادت و خدمت هزینه کردنه. طرح داده پروردگار، نقشه داده، با بدنتون، با اعضا و جوارحتون، با مالتون، با آبروتون، با قدرتتون، این گونه عمر بگذرانید. همه اینها رو هزینه عبادت به معنای عام کنید، نه فقط به معنای نماز و روزه. هر قدم مثبتی، کم زیاد، که هماهنگ با طرح پروردگار باشه و پشتوانش هم ایمان باشه، این عبادت. ایمان حتما باید لحاظ بشه. اگه بیدینی
عمری کار خوب انجام بده، عبادت که انجام نمیده، بیدین اهل عبادات به معنای خاص نی، اهل نماز و روزه و واجبات دیگه. اما اگه همش قدم خیر برداره، از اول اعلام شده که این قدم های خیر از غیر مؤمن پذیرفته نیست. پروردگار عالم در قرارداد کردن با انسان آزاده، از اول این جور قرارداد کرده که من تمام خوبی های تو به شرط ایمان قبول میکنم، که خدا رو باور داشته باشی، انبیا رو باور داشته باشی، به قرآن ایمان داشته باشی، قیامت رو باور داشته باشی. خب آزاده در این قرار داد. کسی فردای قیامت نمیتونه بگه من تو رو قبول نداشتم ولی همه کارام خوب بوده. این مردوده، چون به قرارداد و عهد خدا پایبند نبوده. اما آدمی که مؤمنه، امیرالمؤمنین میفرماید هم عملش قبوله هم لغزشهاش آمرزیده میشه. این امتیاز رو مؤمن داره. اما بیدین، حضرت میفرماید نه خوبیاش قبوله نه گناهانش آمرزیده میشه. روشن هم از آدم بیدین که توبه نمی کنه. توبه از ویژگی های اهل خداست. خب کسی که اهل خدا نی از گناهانش در پیشگاه کی میخواد توبه کن؟ خدا رو که باور نداره. پس این که حضرت می‌فرماید مردم بیدین گناهانشون بخشیده نمیشه چون توبه نداره، اعمال خوبشون هم قبول نمیشه چون عبادت حساب نمیشه، چون خدا رو که قبول ندارن. عمل باید عبادت باشه، حالا به معنی عامش، یعنی مؤمن هر قدم مثبتش عبادته، عیادت مریضش، آب دادن به تشنه، پوشاندن برهنه، حل کردن مشکل مردم، خوش اخلاقی با مردم، اینا همه عبادت. و نمازاش و روزهاش، این قبوله. گناهانش هم مورد بخشش قرار میگیره چون مؤمن، بالاخره به زبونش هم لازم نی، همون در دلش که از اعمال لغزشیش پشیمان بشه آمرزیده است. امیرالمؤمنین یه جمله دارن در این زمینه، الندمو توبتون، پشیمانی مؤمن توبه است. یه لازم نی به زبان جاری کنه یا ناله بزنه یا گریه کنه یا فریاد کنه، همین که در دلش از لغزشی که داشته، لغزشایی که داشته، پشیمانه، آمرزیده است.
یه امتیاز دیگه هم به مؤمن داده پروردگار عالم، که هم در قرآن هم در روایات یه کسی یه لغزشایی داشته از 7 صبح تا 12 ظهر، خدایی نکرده به نامحرمی نگاه کرده، به دروغی گفته، حرف زشتی زده. پیغمبر اکرم می‌فرماید وقتی وارد نماز واجب میشه، اون نماز کفاره گناهان ساعتهای گذشتش، یعنی خود نمازم به منزله توبه حساب شده. خب چنین مردمی که متواضعانه هدایت خدا رو قبول کردن، چون و چرا نکردن، سینه سپر نکردن، اونی که اهل چون و چراست باز رابطه خوبی با خدا نداره، اونی هم که سینه سپر میکنه برابر حق هلاک میشه. امیرالمؤمنین میفرماید من عبد صفحته للحق هلاک، اونی که سینه سپر میکنه که نه من دین تو قبول ندارم، قرآن تو قبول ندارم، پیغمبران تو قبول ندارم، عبادت رو قبول ندارم، این اهل نابودیه، اهل هلاکته. اما مثل شماها که متواضعانه هدایت رو قبول کردید، از اول جوانیم در همین مسیر حرکت کردید، حالا لغزشی هم داشتیم، ما عاقبتمون چه خواهد شد؟ که سعی کردیم نعمتهای الهی رو تبدیل به گناه نکنیم. الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرن، ما اهل تبدیل نبود که حالا بیاییم با قیافمون گناه بکنیم. خیلی ها گناهانشون مال قیافه شونه، قیافه زیبایی داره، قیافه جذابی داره، و میان سراغش. به قول پیغمبر اکرم جوان و جمال داره، 4 دختر و زن دنبالش میفتن و خرجی هم براش نداره، بخواد تا پایان کار دنبال این دخترها و زنا بره، ولی این جوان جمالدار وقتی زنان یا دختران دعوتش میکنن به گناه، یک کلمه جوابشونو میده. این روایت رو هم اهل سنت نقل کردن، هم ما، اونا در مستدرک حاکم نیشابوری نقل کردن، ما هم تو کتابای مهم روایتیمون نقل کردیم. خوشگل، خوشقامت، خوشتیپ و نامحرمان دوچارش میشن، گرفتارش میشن، اسیرش میشن، دعوتش میکنه. پیغمبر میفرماید در جواب اینا میگه اینی اخاف الله،
نه من نمیتونم با بودن خدا جواب شما رو بدم. من بندم، من نمکخور خودم، من نونخور خودم، من لحظه به لحظه عمرمو خدا داره تداوم میده. من هر نفسم با اراده خدا بیرون میاد و فرو میره. نه من همه چی مال خداست، نمیتونم مال خدا رو با شما معامله کنم. اینی اخاف الله میگه زنم ندارم، شهوتی هم که دارم، غریزه جنسی هم که دارم، اینم ملک خداست، من نمیتونم با تو معامله کنم. کجا ببرم نعمت خدا؟ تبدیلش کنم به جهنم، به زنا، به گناه دیگه، به شب نشینی، به مجالس لهو و لعب؟ نه، من ملک خدا رو خرج امور ضد خدا نمی کنم. پیغمبر می فرماید این جوان وقتی قیامت وارد محشر میشه در سایه رحمت خداست، در آن روزی که جز سایه رحمت خدا سایه ای وجود نداره. این معنی طی کردن راه عمر هماهنگ با هدایت پروردگار، همین به گناه نگفتن، یک کلمه. خب عاقبت این جمعیت چیه؟ یعنی عاقبت شماها که یه عمریه همین گونه که گفتم زندگی کردی، چهار تا هم لغزش داشتیم داشتید، بالاخره ما بنده اکرم الاکرمینیم، بنده ارحم الراحمینیم. یقیناً برای چهار تا لغزشمون با توجه به این که مؤمن هستیم و پشیمانی هم میاد برام، خدا ما رو جریمه نخواهد کرد. حالا عاقبت خودمونو ببینیم چی میشه، در آینه قرآن نگاه کنیم خودمونو. للذین اتقوا، برای اون بندگانم که دعوت به گناه رو پاسخ ندادن. حالا یا دعوت کننده هوای نفس خودشون بوده، یا دعوت کننده یه گمراهی، یه زالی، یه شیطان انسی بوده. البته تلخم هست جواب این دعوت ها رو ندادم، چون طبع آدم لذت خواه، یعنی همه مردم عالم دلشون میخواد خوش باشن، لذت ببرن. ولی تقوا یعنی این لذت رو نخواستن، یعنی خود رو در برابر لذت‌های معصیت حفظ کردن. تقوا یعنی خود نگه داشتن. چقدر کار صورت میده این تقوا. اولا قرآن مجید میفرماید اینایی که خودداری از گناه دارن
اینا قدرت تشخیص حق از باطل، بهشت از جهنم، راه از چاه، دوست از دشمن براشون پیدا میشه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. فرقان یعنی تشخیص، فرق گذاشتن. یجعل لکم فرقانا. آدم حق و تشخیص میده در فضای تقوا. خیلی جالبه، میل به حق پیدا میکنه، باطل رو تشخیص میده، نفرت از باطل پیدا میکنه، خوبی رو تشخیص میده، میل پیدا میکنه، بدی رو تشخیص میده، فراری میشه. این از آثار تقواست. یقین بدانید تقوا نورانیت ایجاد میکنه. این یک. یه اثر دیگه تقوا، البته به اندازه تقوایی که حاصل میشه، یعنی به اندازه‌ای که من از گناه خودداری میکنم، دانش باطنی، یه جوشش‌های عجیبی در قلب انسان، در فکر انسان پیدا میشه که نمونه این جوشش‌ها کلمات قصار و زیبای اولیاء الهی. اولیاء الهی که تو کتابای معارف پره تو کتابای معارف. یه جملات ملکوتی که راهنمای انسانه، حالا یا به زبان شعر جاری شده در قلبشون، یا به زبان نثر جاری شده، تمامش هم میوه تقواست. حالا پیغمبر اکرم بنا به نقل اصول کافی در جلد دوم یه مطلب خیلی مهمتری دارن. می‌فرمایند من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه على لسانه ینابی الحکمه. کسی که 40 شبانه روز، فرقی نمی کنه مرد یا زن، هیچ فرقی نمی کنه، 40 شبانه روز خالص خالص بشه برای خدا، تمام حرکاتش بشه لله، حتی پلک به هم زدن، بعد 40 شبانه روز چشمه های علم استوار از قلبش بر زبانش جاری میشه. و اما سود دیگر تقوا، یه سود آخرتیش هم بگم. اینا که دو تا سود دنیاییش بود، ظاهراً بگردیم آیات تقوا رو، 12 منفعت داره تقوا، 12 منفعت. یه سود آخرتیش، حالا دو تا سود آخرتیش رو بگم، چون دو تا سود دنیاییش رو گفتم. اول
خب همه باید از مسیر جهنم رد بشن. طرح قیامت اینطور: بهشت در سدرت المنتهاست که نمیدونم کجاست، چیه. جهنم پیش از بهشته. حالا اونایی که رو زمین قیامت باید برن بهشت، باید از جهنم عبور بکنن. پروردگار می‌فرماید: ثم ننجی الذین اتقوا، هم اونایی که در دنیا دعوت به گناه رو گوش ندادن، گفتن نه نمیاد، نمیخواد. درسته که امشب پول دو تنون ندارم بخرم، اما این 100 میلیون حرامو نمیخوام، میرم آب میخورم، میخواد نمیخواد. نظر و ظالمین فیها جثیا، مردم مجرم فاسق بدکار به محض اینکه قدمشون رو میذارن تو جهنم، ساق پاشون از پشت بسته میشه به پشت رانشون و تا در جهنمن به همین حالت. خب للذین اتقوا عند ربهم، اونایی که اهل تقوا بودن پیش من، پیش من سه تا پاداش دارم: جنات تجری من تحتها الانهار و ازواج مطهره و رضوان من الله. بهشت یه دونه پاداش اهل تقواست، ازواج مطهره یه پاداش دیگر اهل تقواست، رضوان من الله یه پاداش دیگر اهل تقواست. به خدا قسم امتیاز اصلی این 72 نفر نگفتنشون به گناه بود، نگفتنشون. که چقدر خدا عاشق اهل تقواست. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.